سلام، توی یک رابطه‌ای که شروع می‌کنین به نظرتون یکی از جملات یا یکی از واژه‌های خیلی مهمی که دوست دارین بشنوین چی هست؟ عاشقتم، دوستت دارم، I love you. آره، ولی امروز در رابطه با گزینه‌های موارد یا موقعیت‌های صحبت خواهیم کرد که بهتره که اینها رو نگین. یکی از ویدیوهای خیلی خوب در خواهد اومد. بریم که شروع بکنیم. خب همونطور که همتون میدونین رضا هستم از کانال یوتیوب یا آلبالو با یه ویدیو جدید در خدمتتون. گفتن جمله یا واژه من عاشقتم، من دوستت دارم خیلی ساده هستش ولی هزینه‌اش سنگین هستش. اینکه شما به یک نفر این رو بگین و در مدتی که با اون شخص هستین این رو واقعا نشون نتونین بدین، این نشونه ضعف شما هستش. یا حداقل این رو به هر کسی بگین، یعنی اینکه برای شما این جمله، این واژه زیاد هم مهم نیستش، که به نظر من در زندگی امروزه خیلی بیشتر استفاده میشه، حتی بیشتر بین دوستای غیر صمیمی، صمیمی یا حتی عاشقها. پس بهتره بدونیم که کجا باید استفاده بکنیم و ارزشی که کلمات دارن رو واقعا به جاشون برسونیم، بدون اینکه بدونیم استفاده نکنیم. امروز میخواییم ببینیم که توی یک رابطه یا توی یک حالتی که احتمالاً اتفاقات خوبی رخ بده یا یک رابطه شکل بگیره، کجا نباید بگیم I love you، کجا نباید بگیم دوستت دارم، کجا نباید بگیم عاشقتم. یک، هیچ وقت در حالتی که راحت نیستین و یه جورایی تحت زور و تحت یک خجالت ناخود ایجاد شده هستین، نگین عاشقتم، چون طرف منتظر هست که اونو بشنوه و تا آخرش تمام دلیلهاش و تمام اون رابطه‌ای که داره پیش میبره بر اساس اون I love you خواهد بود. پس اگه احساس خجالتی میکنین، اگه راحت نیستین، اگه فکر میکنین که داره بهتون فشار میاد از یه جایی، از طرف خانواده حتی، از طرف دوستان، که بگین که Yeah, I love you، آره دوستت دارم، آره عاشقتم، نگین. خیلی راحت تحمل بکنین تا از روش بگذره، چون شما وقتی که اون حرف رو میزنین مطمئنن فردا باید نسبت بهش جواب بدین. شماره دو، تا وقتی که کاملا مطمئن نیستین از انتظارات همدیگه، انتظارات طرف مقابلتون، انتظارات خودتون از طرف مقابلتون، نگین I love you. I love you گفتن یا گفتن عاشقتم یه جورای غیر رسمی امضا کردن قراردادیه که نخوندیش. پس تا وقتی که انتظار نمیدونین چی ازتون میره یا نمیدونین چه انتظاراتی رو میتونه طرفتون برآورده بکنه، چرا دارین میگین I love you؟ چرا دارین کلیه این مراحلی که باید تک به تک با یک اصولی گذرونده بشه رو روش پا میذارین و با یک کلمه کلن، با یک جمله کلن گردش میکنین؟ پس سعی بکنین اول بدونین، بفهمین، بشناسین و بعد بگین I love you. شماره 3، توی اول رابطه هستین، انتظارات رو هم میدونین، صبر بکنین. یه ذره صبر بکنین برای اینکه بگین عاشقتم، وقت زیاده. میتونین با عمل نشون بدین، میتونین با مؤدب بودنتون، میتونین با بازی نکردنتون، میتونین با صادق بودنتون، همه اینا رو نشون بدین. گفتن این درسته که حرف قلب رو میزنه. من از خودم مثال اگه بزنم، من آدم بسیار گوشی هستم. ما خیلی از لحاظ روانشناسی آدم های زیادی از لحاظ شخصیتی داریم. من خودم آدم گوشی هستم، یعنی طرف من اگه به من به شخصه شاید هزاران کار انجام بده ولی به ام نگه دوستت دارم، من رو تطمین نمی کنه، من رو آروم نمی کنه. من باید بشنوم. درسته که آدم های اینطوری هم وجود دارن که باید همین رو بگن، درسته این، ولی صبر بکنین، اجازه بدین اون موقعیتش فرا برسه، موقعیت واقعیش فرا برسه. چون که توی حداقل ارتباطاتی که در خارج از ایران انجام میشه بسیار صبور هستن. شما هیچ وقت نمیتونین و نمیذارن شما بتونین هستن در خارج از ایران. اتفاقا سوال خیلی از دوستا بود که از مثلا خارج از ایران هستن، از افغانستان اومدن توی اروپا هستن و رابطه های صحیحی نمیتونن بگیرن. خب دلیل داره، چون ما با فرهنگی که بزرگ شدیم میخوایم رابطه بگیریم، ما میخوایم کنترل بکنیم، ما میخوایم هزار تا
کالچر و فرهنگی که شاید حتی اکسپایر شده رو بیاریم توی جامعه‌ای که برای خودش یک آداب و رسوم خاصی داره پیاده بکنیم. طبیعتاً پیاده نمیشه. برگردیم به موضوع. کلاً وقتی که رابطه رو شروع کردین زود نگین که عاشقتم، زود نگین که دوستت دارم. نه اینکه طرف استفاده میکنه، نه، طرف شک میکنه، احساس میکنه که شما یه کمبودی دارین که زود دارین رو عنوان میکنین. حداقل اینور اینطوریه، با جاهای دیگه کار ندارم. و به نظر من هم رابطه‌ای که بخواد منطقی پیش بره، اولش حداقل، بعدش بشه یک رابطه عاطفی، بهتره که زود عنوان نشه که عاشقتم، چون باز هم معنی نمیده. It doesn't make sense. واقعا make sense نمی کنه. واقعا آخه چطور، چی شد عاشق شدی؟ چیکار کردیم ما عاشق شدی؟ یعنی تا حالا شاید 4 بار رفتیم بیرون، 4 بار منو دیدی، چیه منو میدینی عاشق شدی؟ خیلی مهم هستش این قضیه. اگه طرف مقابلتون، شماره 4 یادم رفت، اگه طرف مقابلتون از یک رابطه بسیار سخت شکست خورده و یه جورایی غمگین اومده بیرون، حالا نمیشه حتما با جدایی تموم شده باشه لزومن، شاید دوست پسرش فوت شده، شاید دوست دخترش فوت شده، شاید نمیدونم، هزاران اتفاق افتاده، اگه از این نوع رابطه به وجود بیرون اومده، بسیار مواظب باشین. این آدم بسیار شکننده هست، این آدم دنبال یک پناهگاه میگرده تو ناخودآگاه خودش حتی، و منتظر این کلمه هستش. و شما وقتی که این رو میگین، یک بستر مناسبی ایجاد میکنین که این آدم بیاد، و شاید هم شما دارین واقعا رک عمل میکنین، درست میگین ها، عاشقش هم هستین، ولی هنوز همو نمیشناسین، و بعد از 1 ماه دوباره این آدم دلش خواهد شکست و شما مسئول این کار هستین. دل کسی رو نشکنین تا دلتون شکسته نشه. اگر تنها هستین، شماره 5، اگر تنها هستین و این احساس تنهایی به حدی به شما فشار میاره که به هر کسی میتونی بگین عاشقتم، یا به هر کسی که باهاش حرف میزنین احساس میکنین نزدیکین باهاش، رابطه فعلا شروع نکنین. اگر هم در شرف شروع کردن یک رابطه هستین، زبون خودتون رو نگهدارین از گفتن این که بگین عاشقتم. اینکه شما تنها هستین و طرف نمیدونه و طرف فکر میکنه شما خالصانه باهاش حرف میزنین، و بعد از 5 ماه، خوب گوش کنین، و بعد از 5 ماه که از رابطه گذشته، جنابالی گوش رو ور میداری و اکست پیام میده، دوست دختر قبلی، دوست پسر قبلیت پیام میده و اون میگه عاشقتم، چون هنوز تو دلت داریش برمیگردی بهش، این وسط یه نفر دیگه دلش میشکنه. پس اگه تنها هستی، و یا اینطوری بگم از یک رابطه درازمدت عاشقانه خوب حتی نمیدونم تموم شدی ولی تنها هستی، زود به کسی ابراز عشق نکن. و مورد آخر، اگه در حالت عادی خودتون نیستین، اگه الکل مصرف کردین، اگه تحت تاثیر مواد هستین، سعی بکنی که از گفتن این جمله عاشقتم، دوستت دارم، بهت وابستم خودداری کنی. توی حالتهایی که خودتون نیستین، گفتن اینها هم راحت هم بدون دلیل میاد. پس سعی بکنین یا وقتی که میخواین اینجور چیزها رو مصرف بکنین، با اون شخص نباشین یا بتونین خودتون رو کنترل بکنین. مشکلات خیلی زیادی معمولا بعد از مصرف این چنین موادی و این چنین مشروباتی به وجود میاد و بسیار هم دامنه‌دار هستش، ولی آخرش هم فرهنگ ما میگه که مستی و راستی. خب اگه اینطوری باشه که تمام مردم مشروب میخورن بعد میرن سر جلسه امتحان، سر جلسه کلاس، سر جلسه تجارت، سر جلسه خواستگاری، سر جلسه نمیدونم چیزای مهم، نه اونطوری نیست. چیزهایی که شما اعتقاد دارین و اون اندیشه‌ای که شما دارین برای خودتون هستش، ولی بهتر هستش همیشه کارهاتون رو، حرفای مهمتون رو، که عاشق بودن یکی از مهمترین اتفاقات زندگی هر شخصی میتونه باشه، حتما توی حالت عادی و نرمالتون قرار بدین. پس اگر توی حالت عادیتون نیستین، هیچ وقت سعی نکنین چه این کاری رو انجام بدین. و شما هم هیچ وقت باور نکنین اگه شخصی تو حالت غیر عادی بهتون بگه که دوستتون داره یا عاشقتون هستش.
وقت اضافه امروز نداریم. دوستتون دارم. آ یه راستی یادم رفت، من گفتم صدا بیارم برام، صدامو قرار عوض کنم. 4 تا گفتم بیارن، 4 تا صدای متفاوت. اون بچه‌هایی که صدای منو دوست ندارن صبر کنن، صدای خوب خواهد اومد. دوستتون دارم، سبز باشین، به امید دیدار. برای تماشای مطالب جدید لطفاً بر روی یکی از ویدیوهای روبرو کلیک کنید. برای باخبر شدن از آخرین ویدیوهای ما کانال ما را فالو کنید.